دم کشیدن چه جالب. آقای خلی واقعا بهشته اینجا. صبح روز بعد از جاده چالوس به سمت کلاردش حرکت میکنیم. حدود 3 ساعتی تو راهیم و حالا تو مسیری. عمق دره رو یقینا این مدام جنگل بود دیگه. 100 درصد شما جنگله. جای مدام جنگله. آقای جعفری. آقای جعفری. ظاهرا کسی جوابونو نمیده. چرا؟ شاید خط نمیده. فکر کنم. یا فاصلمون شاید. فاصلمون زیاده. شاید اونا از اون سمت دارن میان. دوستان به خاطرم. آقای جعفری. گم نشده باشیم آقای خلیلی. آقای موسوی. آقا درود بر شما. محمود رضا مافی که فیلم بردار گروه ماست راننده بسیار ماهریه و میخواد منو به مقصد تازم ببره. شما راهنمایی کن دروک هستید مگه اینجوری شما نمیتونید بریم. البته با این ماشین میتونید بریم. پیامبو. نه دروک هم با این ماشین میتونید. نه میدونم روستایی گفتی هستش. پیامبو. یه روستایی بیشتر نیست دیگه روستایی دیگه نه. خیلی سپاسگزارم. روزتون خوش. خداحافظ. با ماشین های معمولی نمیشه اومد. حتما باید ماشین شاسی داشته باشی یا با تراکتور بیای. خب این تکونا باعث میشه که به نوعی غذات هضم بشه دیگه. کار راهپیمایی رو انجام میده. مسیر سفرمون به شدت سخت گذره. اما در این مسیر میتونید از انواع گونه های درختان و گیاهان و صدای پرندگان و طبیعت روح نوازش لذت ببرید. خیلی جاده‌اش ناجوره نه؟ خیلی ناجوره این جاده. خیلی بد شده. اصلا نفس گیر بودش. بایستا بینم اینه کجا هست؟ حسن؟ آقا آمد بچه ها کجا موندن؟ آقا آمد آقا این جاده خیلی خرابه. چرا؟ من شما ارز کنم که مال ماشین های آفرود که میرن این بلا سر جاده را بردن. خیلی ناجوره، خیلی ناجوره، با کمر ما شکست. میگم در این جاده رو شما خودتون زدی؟ عوامل شرکت گاز بود برای اینکه گازی که از منطقه موتورگو یا سلمان شهر بیان سمت کلاردش اومدن جاده رو زدن و مخروطیزی هم خودشون کردن، ولی ماشین های آفرودگی میرن این برای سر جاده رو بردن. آه این جاده پس مال اداره گازه اما رهاش کرده. جنگل های شمال کشور که با نام هیرکانی معروفن از قدیمی ترین جنگل های متراکم ایران هستند که در جنوب دریای کاسپیان بین کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته. بنا به شواهد موجود عمر درختان جنگل های هیرکانی به دوره سوم زمین شناسی برمیگرده. اما خبر خوب در مورد این جنگل‌ها ثبت شدن اونها در فهرست آثار جهانی یونسکو. جنگل‌های هیرکانی ایران 5 استان کشور رو به خودش اختصاص داده که اونها عبارتند از اردبیل، مازندران، گلستان، گیلان و خراسان شمالی. این منطقه در حال حاضر به عنوان یکی از مناطق اکولوژیکی با عنوان جنگل مخلوط هیرکانی خزر شناخته میشه که یکی از 200 منطقه اکولوژیکی معرفی شده در جهان توسط بنیاد جهانی حمایت از حیات وحش معرفی شده. وایسا ای کاش من میتونستم. امین جون وایسا 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 امین وایسا وایسا من غالبا شما نمیدید پایین بچه ها؟ یا کنید خود این درخت به خود این افرا با من حرف میزنه. یک قطرش رو نگاه کنید، شکلش رو نگاه کنید، قامتش رو نگاه کنید که سر کشیده به فلک و از همه مهمتر داخل بدنش
ظاهرا چوپانا به عنوان اتاقه کشت استفاده میکنن. ببینید از محیط میگذریم، این داخل تنه درخته، داخلشو نگاه کنید، این داخل تنه درخته. ببینید از داخل، من داخل درختم، داخل شکمشم، نگاه کنید، از آغوشش رها میشم. خداحافظ. با دیدن این درخت های تنومند و سرقامت احساس غرور میکنم. از طرفی نگرانم به اینکه طرح صیانت زمانش داره تموم میشه و باز دوباره ار موتورها به جان این درخت های هیرکانی میافتن، چرا که بودجه منابع طبیعی با قطع همین درختان تامین میشه. ساکنین اولیه جنگل های شمال گالش ها بودن. به گاوداران سنتی ساکن جنگل های شمال گالش میگن. در طول سفر من با پسر نوجوانی آشنا میشم به نام محمد که نزد عموش به گالشی مشغوله. آدوغا اسمش چی؟ اسمش بلبله. بلبل؟ بله. مال خودته؟ نه بس عمومه. خود گاو داری؟ آره، هشت. هشت گاو داری؟ بله. ماشاءالله. اسمشون چیه؟ یکی از گلزاره، سرمه، مخمله، یکی همی جانوکا اسمش عروسکیه، باز یکی زراله، یکی شاتلمه. ای جانم چی رو صدا میزنی الان؟ من میگم بلبل. نه الان صدا برای چی صدا میزنه؟ مثلا صدا میزنه و میکنه چه میریم میدونم کسی رو صدا میزنه. آره. کلاس چند گفتی؟ دهی؟ ده. آره. هم کار میکنی هم مدرسه میرم هم مدرسه میرم. آها. این بلبل یعنی بلبل دیگه. آره. این مدام همیشه صدا میزنه بهش اسمش بذاری بلبل. بله. ماشاءالله چه قدرتی، چه خوشگلم هست. بعد دامداری دوست داری؟ بله. دلت میخواد توسعه بدی، در آینده هم همین شغل ادامه بدی؟ بله. آفرین. ببینید بچه های شهری بدونن، این در کوهستان هم با دام لذت میبره، هم اقتصاد خانواده رو کمک میکنه، هم تحصیل میکنه، هم برای آینده میخواد بره رشته دامپروری که دانش این رشته رو هم پیدا بکنه. موفق باشیم آمد جان. آفرین به تو. نمونه است، نمونه. بالاخره ما به مقصدمون رسیدیم. مرداب دریوک. مرداب دریوک طبیعتی بکر و رمزآلود در کرارداشته. یکی از ناشناخته ترین مکانها برای گشت و گذار مرداب دریوکه. وقتی به این مرداب زیبا میرسید، سر تا سر اون از برگ‌ها و خزه‌ها پوشیده شده و سکوت خاصی اونو فرا گرفته. مرداب دریوک بخشی از طبیعت کلاردشته که گیاهان کوتاه‌قامت از جنس علف بر اون رویدن. این مرداب در منطقه بسیار نرم که سطح اونو برگ و خزه پوشونده واقع شده و به دلیل اسرارآمیز بودن چند سالیه که بر سر زبون‌ها افتاده. مرداب دریوک یا مرداب دریوک آنقدر زیباست که انسان رو یاد فیلم‌های اسرارآمیز و معمایی سینمایی میندازه. زمانی که قهرمان داستان از مسیرهای بکر جنگل، از میان مه و مکانهای خزه بسته عبور میکنه و بعد از گذشتن از جنگل به درختهای کهنسال افتاده میرسه که در داخل یک مرداب قرار داره. مردابی که روش و خزاها پوشوندن و اطرافش رو درختان تنومند و نور خورشید از لابلای درختان و شاخه ها در داخل مرداب
رقص نور را میندازه. مرداب دریوک یک مقصد مناسب برای علاقمندان به طبیعتگردی، جنگل نوردی، عکاسی و کمپینگ. شما میتونید در کنار این مرداب بساط پیکنیک خودتون رو پهن کنید و از آرامش و خلوت طبیعتش لذت ببرید. همچنین میتونید چادر بزنید و شب رو در این مکان بگذرونید. اما باید این نکته رو توجه داشته باشید که این مرداب به حدی بکر و دست نخورده است که هیچ گونه امکانات رفاهی در اون وجود نداره. بنابراین برای سفر به این مرداب باید تجهیزات کافی و ضروری رو همراه خودتون داشته باشید. متاسفانه هر بار به طبیعت برمیگردم، وقتی چند سالی از اون زمان میگذره اون محیط رو دوباره به اون شکل نمیبینم، یا از بین رفته یا تخریب شده. امیدوارم که این مرداب برای دفعات بعد که میام همین شکل زیبا باقی بمونه. دریوک به معنای دریای کوچیکه. دریوک در واقع آبگیریه که به سبب شکل زمین ایجاد شده. این چاله قیف مانند مقداری از آب چشمه‌های بالادست رو نگه می‌داره. از این دست دریاچه‌ها در مازندران فراوونه. وای چقدر زیباست. نمیتونی یه لحظه چشتو برداری، اصلا رویاییه. ایران، ای وطن من، دوستت دارم. رودهای خروشانت، کوههای سر به فلک کشیدت، جنگلهای سرسبزت، مردابهای زیبایت را دوست دارم. دوستت دارم، ایران. چهره مه‌آلود و اسرارآمیز مرداب دریوک باعث شده که این منطقه میان گردشگران که به دنبال هیجان هستند محبوب بشه. پوشش جنگلی خودرو، خزاهایی که هر جا رسیدن خونه کردند، مه غلیظ و مردابی که اونقدر ساکن و ساکته که تصور میکنید زمین چمنه، همه اینهاست که مرداب دریوک رو به یکی از بکرترین جاهای دیدنی کلاردشت تبدیل کرده. فصل‌های بهار و تابستون برای سفر به این مرداب زیبا بسیار مناسبه، چون در این فصول میتونید انواع گونه‌های سرسبز و درختان و گیاهان رو مشاهده کنید و از آفتاب غیر مستقیم تابستونی اون لذت ببرید. اما در فصل پاییز همین طبیعت به گونه دیگه خودشو نشون میده.